به نام خدا دوستای گلم، سلام، وقت همگی بخیر. ان‌شاءالله که حالتون درجه یک و عالی و 20 باشه. من میلاد قادری هستم، رتبه 10 ترجمه ورش زبان کنکور سال 1391 و فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران. اومدم که براتون آزمون امروز تحلیل کنم. 30 آبان 1399 درس شیمی رو با هم دیگه شروع می‌کنیم. 30 تا سوال داشته بچه‌ها، 20 تا 12، 10 تا 10. میخوام که تو این ویدیو چیکار بکنم، نصفش رو که نصف سخت‌تر، مهم‌تر و محاسباتی تر هستش براتون حل بکنم، سوالاتش رو بررسی بکنم. نصف دیگر رو چیکار میکنیم؟ قرار بریزیم دور؟ نه بابا، دور ریختنی در کار نیست. قراره که بعد کلاس اونا هم ضبط بکنم، روی کانال براتون بذارم. پس روی کرد ما در واقع 15-15 هستش. 15 تا سوال سر کلاس که سوالای سخت‌تر، محاسباتی تر و پرنکته تر هستن، 15 تا هم ته کلاس که شما تشریف میبرید، من میشنم ضبط میکنم، ویدیوشو براتون قرار میدم. بچه ها از سال 215 شروع میکنیم. بله، سوالات و بررسیشون همونطور که میدونید این آزمون هم مثل همیشه 100% انطباق داشت با در واقع جزواتمون و تدریسامون، یعنی هیچ نکته ای نبود که در درسنامه و جزوه بهش اشاره نکرده باشیم، هیچ نکته ای نبود. حالا همراه من باشید، با هم دیگه سوالات رو میخونیم و قصد من از این تحلیل فقط این نیست که بگم آقا انطباق داشت با تدریسامون، انطباق داشت، نه دیگه، انطباق رو یه بار گفتیم. بیشتر قصد دارم که آموزش دیگه، یعنی نمیخوام وارد این بحث بشم و نمونه ها رو توی درسنامه براتون بیارم که بچه‌ای که سر کلاس بودن خودشون آگاه هستن و میدونن که کجاها چیا رو گفتیم. بیشتر توی این ویدیو قصد دارم که به شما آموزش بدم که چجوری باید مثل رتبه برتر به یک تست اپروچ بکنیم. با توجه به شکل زیر، چند مورد از مطالب زیر نادرست است. بچه‌ها باید این شکل رو بشناسید دیگه که توی کتاب درسی هست. من توی ویدئویی هم که دیروز براتون ضبط کردم دو تا نمونه از همین حل کردم. ویدئوی رایگانی که برای تحلیل آزمون هدف گذاری حل کردم، گفتم که این روی اینجا ZN، بذارید سایز قلمو یه ذره بزرگتر کنیم. خب گفتیم که این ZN، اینم اکسیژنه و اتفاقی که میفته روی دو تا الکترون میده به اکسیژن و خودش میشه ZN دو بار مثبت و اکسیژن رو میکنه OH دو بار منفی، که اکسیژن به آرایش گاز نجیب میرسد اما روی به آرایش گاز نجیب نمیرسد. خب میگن استاد از نظر شما ساعت سوالات چجوری بود؟ در حد کنکور بود. سوالات شبیه کنکور 99 بود بچه ها. حد سوالات از نظر من عالی بود. خب بپردازیم به این گزینه‌ها. میگه در آخرین لایه گونه وای، گونه وای چیه؟ اینه ZN دو بار مثبت، 10 الکترون وجود دارد. بچه ها به نظرتون این درسته یا غلطه؟ این کاملا غلطه. چرا؟ چون من اگه ZN دو بار مثبت رو بخوام بنویسم به این صورته: 1s و 2s و 2p 6، 3s و 3p 6، 4s 2 3d 10. اصلش اینجوری بوده، 4s و 3d 10 اصلش اینجوری بوده. بچه‌ها وقتی دو بار مثبت میشه این ZN، از کجا میدونیم به 3d 10 ختم میشه؟ چون دهمین فلز واسطه‌مونه دیگه، پس میشه 3d 10. حالا اینو ما چیکار میکنیم بچه ها؟ وقتی که تبدیل میشه به دوبار مثبت، این 4s 2 ش میره 3d 10 میاد اینجا، 3d فقط 3d 10 میمونه. حالا توی آخرین لایه اش ما چند تا الکترون داریم؟ آخرین لایه میشه کل سه های من، یعنی هم 3s 2 هم 3p 6 هم 3d 10. وقتی میگه لایه بچه ها، منظور n شه. اگر همین سوال میگفت آخرین زیر لایه، یکی از بچه ها پرسید آفرین رسولی، اسمش چی بود؟ اسمشو بگم، جناب آقای محمد رضا رسولی، میگه استاد اگه زیر لایه بود درست بود. بله، اگه همین سوال بگه در آخرین زیر لایه، منظورش همین سدیه که 10 تا الکترون داره، درسته. اما چون گفته آخرین لایه، بچه‌ها نباید فقط سدی رو ببینید، کل سه ها رو باید ببینید، هم سه اس هم سه پی هم سدی. پس مجموعاً میشه چند تا الکترون؟ 18 تا الکترون. این نادرسته، این شو غلط. بعدی، اکسیژن در نقش اکسنده با گرفتن الکترون از یونهای روی آنها را اکسید میکنه. بچه ها تنها اشتباهش میدونید کجاست؟ آقای رضا میدونی اشتباه این جمله چیه؟ حتی رضا نه، رضا داوطلب نشده، بذار یکی رو بیاریم که داوطلب باشه. قرام رضا میدونی اشتباه این جمله چیه؟ قرام رضا، بچه ها میایید سر کلاس، گوشی رو نذارید برید ددر. خانم جعفری شما بگید اشتباه این جمله یک کلمه است، فقط کدوم کلمش غلطه؟ نمیدونید؟ سید مهدی تو میدونی؟ خانم جعفری هم صدا. سلام استاد. سلام. اشتباه این جمله تو کدوم کلمه است؟ گفته یونهای روی.
آفرین بعد میگفت آفرین. اتم های رو. از اتم روی الکترون و ستاند نگاه کنید، اکسیژن اولا در نقش اکسنده هست، بذارید کنارشون بنویسیم. ایشون که روی فلز قطعا اکسایش میابد، میتونی صدا تو قطع کنیم مهدی جان، آفرین. ایشون کاهش میابد، این اولا بدونید. یعنی اونی که الکترون از دست میده میمیره، به عبارتی اکسایش پیدا میکنه، و اونی که الکترونو میگیره کاهش پیدا میکنه. این میشه کاهنده، برعکس. یعنی اونی که اکسایش میابد کاهنده است، این یکی میشه اکسنده. حالا پس اکسیژن اکسنده هست، اوکی. الکترون هم میگیره، اما از کی میگیره؟ از فلز روی، نه یون روی. پس این نادرسته. اینم نکته 3 شو تو همون ویدیو دیروز گفتیم، میگه نیم واکنش کاهشش اینه، نیم واکنش اکسایشش اینه. این غلطه. جای اسمای کاهش و اکسایش رو برعکس نوشته بچه‌ها. چرا؟ نیم واکنش، امیر میگه صداتون با تاخیر میاد. امیر جان به خاطر نتت پسر گل. مشکل از سمت ما نیست، از سمت شماست. خب نیم واکنش کاهش یعنی چی بچه‌ها؟ اینجا نوشتیم اکسایش واسه رویه که الکترون از دست میده. پس در نیم واکنش اکسایش الکترون در سمت فراورده هاست. اینو یادتون باشه بچه‌ها، تمام شد. توی اکسایش چون قرار الکترون از دست بره، الکترون در سمت فراورده هاست، تمام شد. اینجا که الکترون در سمت فراورده هاش گفته کاهشه، این غلطه. وقتی الکترون در سمت فراورده باشه میشه اکسایش، وقتی در سمت واکنش دهنده باشه میشه کاهش. پس اینم نادرست. و آخری با مبادله 2 مول الکترون جرم توده جامد 32 گرم افزایش خواهد یافت. خانم حسنوند، اصلا چرا توده جامد افزایش جرم باید داشته باشه؟ یه لحظه یه بار نیاز رو تکرار میکنی؟ زد این مگه جامد نیست اینجا؟ بله. چرا جرمش تو این واکنش افزایش پیدا میکنه؟ راستش نمیدونم اصلا. خود زد این افزایش پیدا نمیکنه، ماده جامدمون. چرا جرم ماده جامدمون زیاد میشه؟ این ور زد اینه، اون ور زد این اوه. چرا جرمش زیاد؟ الکترونش رو از دست میده. اوکی، زد ان الکترونش رو از دست داد، اومد سمت او، درسته؟ این از دست دادن الکترون بله. یاد نمیکنه. خب به این توجه بکنید. اولا یه نفس عمیق بکشید من بشنوم. خب نگاه کنین، این مطمئنم شما میفهمید، همه بچه‌ها میتونن بفهمن. ببینید واکنش دهنده من زد انه، درسته؟ با حالا اکسیژن گاز. بله. واکنش دهنده جامد، درسته. من پس فقط رویه، ولی فراورده جامد من میشه بله. او اول پس زد ان دارم، بله. جامد، بعد در نهایت میشه زد ان او. خب چرا جرمش زیاد شد؟ زد ان او چی بهش اضافه شده که جرمش زیاد شده؟ اکسیژن دیگه. آها همین، چون اکسیژن اول گازه، بعد میاد میره تو خوردش. یادتونه مثالی که توی چیز بله. مثالی که توی بحث افزایش جرم داشتم، گفتم من یه شمش آهن میذارم رو پشت بوممون 1 کیلوه، 5 روز بعد میرم جرمشو میسنجم میبینم این شده 1 کیلو 100 گرم. اون 100 گرم از کجا اومده؟ اکسیژن رطوبت اضافه شده، اکسیژن و رطوبت. توی زنگزن آهن هم اکسیژن وارد میشه هم رطوبت، ولی توی روی فقط اکسیژن وارد شده. پس افزایش جرمی که ما داریم به واسطه چیه؟ اضافه شدن اکسیژن. اکسیژن، آفرین. خب ما میتونیم بیایم این افزایش جرم رو به اکسیژن نسبت بدیم. به ازای هر اتم او چند تا الکترون مبادله میشه؟ چون میخوایم بین الکترون و افزایش جرم رابطه ایجاد کنیم. به ازای هر او چند تا الکترون جابجا؟ بله. 2 الکترون. آفرین. خب تموم شد. این واکنش رو مینویسید. مینویسید به ازای هر او ما 2 الکترون داریم و تمام میشه. زیر و رو نویسی انجام میدید. 2 مول الکترون زیرش بله. میشه 2 مول. بالاش میشه چند مول که ضریبش 2ه؟ بالاش هم میشه 2. 2 مول. بچه هایی که این روش ما رو بلد نیستن، ویدیو رایگان استوکیومتری در سیروز رو ببینن. از اکانت ادساینتیک چیشتی میتونید در واقع دریافتش بکنید. خب ما میگیم آقا 2 مول الکترون رو... چون ضریبش هم 2ه، روش هم مینویسیم 2 مول. حالا میخوام ببینیم میشه چند گرم. x گرم. بالاش چند بنویسیم؟ x گرم 16. آفرین، جرم اکسیژن 16. تموم شد. خب این 2 شده 2، پس x چنده؟ 16 ما هم بعد بشه 16. آها، پس این که گفته 32 در 1 شده. آره، پس 32 غلطه دیگه، بله. درسته؟ بعد میگفت 16. اوکی شد خانم حسنوند، کامل جا افتاد؟ بله بله، مرسی. زنده درسته. باشید. بچه از آزمون امروز نترسید. قاعدتا من سوالات سخت‌ترش رو برداشتم
که الان که سر کلاسی بیشتر استفاده میکنید سخت‌ترها رو ببینید، سوالای کم جونتر، اونایی که کمتر محاسباتی بودن اونا چیز میشن. محمد رضا رسولی میگه استاد نباید او دو بشه. خب چه اشکالی داره؟ میتونید بنویسید او دو میدهد. اگه او دو بنویسید اون موقع 4 الکترون هست، چون به زهر اکسیژن 2 الکترون دیگه. اگه او دو بنویسید میشه 4 الکترون، هیچ فرقی نداره. من اینجا نوشتم او 2 الکترون، شما دو برابرش کردید، او 2 4 الکترون، هیچ فرقی نداره، به همین جواب میرسید. اون موقع میگید 4، بالا این مینویسید 4 میگید نصف شده، بالا اینم مینویسید 32 میگید اونم نصف شده، باز میشه 16. در هر صورت 16. خب سوال بعدی آلیاژ، این مشابه این سوال بچه‌ها تو کنکور 98 و 99 مد شده، پس خوب گوش بدید. آلیاژی از جنس روی و مس که دارای 1 مول از هر کدام از 2 فلز است، درون 1 لیتر آهن، آهن دو سولفات اضافه میکنیم. بچه ها Fe دوبار مثبت، Fe دوبار مثبت. خب بیایم ZN و مس رو نشون بدیم که کجاشن. خودش میگه قدرت اکسندگیشون اینجوریه، اگرم نمیگفت خودمون باید حفظ میبودیم که مس بالاتر از آهنه، اینجا نوشته مس بالاتر از آهنه و روی پایینتر از آهنه. این ترکیب رو ما سر کلاس گفتیم بچه ها، مس جز فلزات ارزشمنده، میذاریمش بالا و بین آهن و زد این هم آهنگر بالاتر بود از رویگر توی کلاسمون. خب خانم بهرامی میتونم از شما یه سوال بپرسم؟ بله بفرمایید. خب این اف ای دوبار مثبت با مس میتونه واکنش بده یا با روی؟ اف ای دوبار مثبت با زد این. آفرین، با پایینیش واکنش میده، درود بر شما. پس چه اتفاق میفته؟ این Fe دوبار مثبت قراره بشه آهن و چه اتفاقی برای روی میفته؟ میشه روی دوبار مثبت. درود بر شما، Zn دوبار مثبت. پس شکلی رو انتخاب میکنیم که آهن دوبار مثبت ما کم بشه، Zn دوبار مثبت چی بشه سرکار خانم؟ زیاد بشه. چون این داره مصرف میشه، این داره، یعنی هر موقع دوتا چیز با هم واکنش دادن اون کاتیون اولیه کم میشه، اون فلزه کاتیونش زیاد میشه. این یه چیز منطقیه، چون این دوتا با هم واکنش میدن، این قرار بشه آهن دیگه، پس کم میشه. این زد ان قرار بشه زد ان دوبار مثبت ها تو فراوردشه، پس زیاد میشه. آیا ما سی یو دوبار مثبت خواهیم داشت؟ خیر، اصلا تو واکنش شرکت نمیتونه. آفرین، اصلا مس، اصلا اینا در حدی نیستن، آهن در حدی نیست که مس دوبار مثبت تولید کنه، پس غلظت مس دوبار مثبتمون صفره. همین الان دو تا گزینه هست میشه، یک بسترن. آفرین، 1 و 3 هست میشه. چرا؟ چون ما مس دوبار مثبت، آقای احمدی نژاد بود میگفت چی؟ نمنه ده، مس دوبار مثبت چی هست؟ خب واسه دو گزینه هست شدن. چرا؟ چون اومده این خط رو به عنوان مس دوبار مثبت در نظر گرفته، گزینه 3 هم اومده این خط رو برای مس دوبار مثبت، در حالی که ما میدونیم مس دوبار مثبتمون صفره، یعنی اصلا تولید نمیشه، پس خطش باید رو محور صفر باشه، یا این یا این، چون هیچ مثل دوبار مثبتی اولش نداشتیم، فلز مس داشتیم و هیچی هم تولید نمیشه، پس آقا صفر مثل دوبار مثبتمون. حالا بین این دوتا شکل تفاوتشون تو چیه؟ تفاوتشون تو اینه که اینجا اومده غلظت اولیه برای زد ان دوبار مثبت در نظر گرفته. ما اولش توی محلولمون زد ان دوبار مثبت داریم؟ خیر، فقط Fe دوبار مثبت داریم و SO4 دوباره منفی. آفرین، پس Zn اولش صفر غلظتش، Zn دوبار مثبت. تو این دوتا شکل کدومشون؟ این Zn دوبار مثبت، تو این شکل اینم Zn دوبار مثبت. گزینه 4 درست. گزینه 4. پس نکات این شکل که باید میدونستید بچه ها چیه؟ اولا اینه که، اولا نگاه کن، فقط یه چیز رو میدونستید این مسئله حل بود بچه ها. یک چیز، این که جمله شو اینجا فارسی مینویسم، این که در ابتدا فلز Zn Cu داریم، یعنی چی این؟ یعنی کاتیون هاشون صفره، کاتیون های Zn دوبار مثبت در ابتدا صفره دیگه، چون فلزشه و Cu دوبار مثبت صفره. همینو میدونستید حل بودا؟ همین. باید یه شکلی رو انتخاب کنید که Zn دوبار مثبت و Cu دوبار مثبت از صفر شروع بشه. شکل یک رو نگاه کنید، این Zn دوبار مثبت همه، این Cu دوبار مثبت همه، از صفر شروع شدن سرکار خانم؟ نه، از 2 شروع شدن. این شکل، این Zn دوبار مثبت همه، این Cu دوبار مثبت همه، از صفر شروع شدن هر دو؟ نه، Zn دوبار مثبت از 2 شروع شده، شکل پایینیه.
این زد ان دو بار مثبت همه، از صفر شروع شده، این سی یو دو بار مثبت همه، اشکال این چیه؟ این از صفر اصلا گفتیم نمیتونه شرکت کنه. سی یو دو بار مثبت از صفر شروع نکرده، پس این غلطه. گفتیم سی یو دو بار مثبت علاوه بر اینکه از صفر هم شروع میشه، صفر میماند. این شکل، این زد ان دو بار مثبت، این سی یو. سی یو صفر بود دو بار مثبتش و صفر مان. زد ان دو بار مثبت اولش صفر بود ولی بیشتر شد. فکر کنم با این توضیحات هر کسی الان دیگه این سوال رو باید یاد گرفته باشه، چون دیگه مثلا این آخرش تیر خلاص رو بهش زدیم. بچه سوال 218، با توجه به جدول زیر که نشون دادن یه سری واکنش هاست، کدام مطلب درسته؟ بچه این جدول رو چرا داده به شما؟ برای اینکه بتونید ترتیب آهن و طلا و روی مس رو یاد بگیرید. من سر کلاس ترتیب اینها رو به شما یاد داده ام خانم شفیعی. درسته خانم شفیعی، شما بلدید فورا ترتیب اینا رو بچینید؟ کدوم از همه بالاتره، اشراف زاده تره؟ طلا. آفرین، درود بر شما. یعنی شما وقت نمیذارید روی جدول، فورا میگید طلا. آفرین. بعدی کیه؟ مس. آفرین. بعدی کیه؟ آهن و بعدش آهن و روی. آفرین. گفتیم که اینا خاندان سلطنتی هستند، طلا و مس، آهن و روی هم چید. اگه بچه‌ای هستن سر کلاس که میگن که آقا ما اینا رو حفظ نباشیم مگه میشه، اولا میگم لطفاً حفظش کنید. مهدی هم میگه اینو دیشب دوتا حل کردید، کاش که بچه‌ای باشن سر کلاس که ویدئوی دیشبی که من رایگان گذاشتم رو دیده باشن. فکر کنم خیلی از بچه‌ها احتمالاً دیده باشن. ببینید اگر هم این شکلی نبود، سوال راهنماشو داده. بله، دمای مخلوط. دقیقاً دمای مخلوط. ببینید مخلوط ما، محلول ما چیه؟ مس 2 سی یو دو بار مثبت. خب میاد اینجا میگید دما 20 درجه بوده، با طلا واکنش داده که همون 20 مونده؟ نه، پس طلا بالاتر از اون بوده دیگه، طلا قلدر ما بوده، پس طلا میاد اینجا. آیو یا طلا. خب مس هم که خودش اصلا عین همینو من دیشب حل کردم، کپی همین بود دیگه جدولش، که گفتیم مس میاد اینجا. بعد بین آهن و روی کدوم دماش، هر دو دماشون زیاد شده، ولی به ترتیب آهن 3 درجه زیاد شده، روی که بیشتر زیاد شده 6 درجه میاد پایینه، پایین که شد همین ترتیبی که من اینجا چیدم. حالا یک رو بخونید، من درست و غلطیشو بگم، شما هم تایید کنید. قدرت کاهندگی مس از طلا بیشتر ولی از روی کمتر است. یه سوال، هرچه بیایم پایین تر کاهنده تر میشه یا اکسنده تر میشه؟ پایین تر اکسنده تر میشه. کاهنده تر میشه. یادتونه میگفتیم اکسنده دزده؟ کدوما دزدن، طلا دزده یا روی؟ طلا. طلا. پس هیچ موقع دیگه یادتون نمیره، هر چی بریم بالا، البته کاتیونشون اکسنده تر میشه، فلز اصلا اکسنده نمیتونه باشه، درسته؟ بس. و هر چی بیایم پایین خود فلز چی میشه؟ کاهنده تر میشه. آها، پس کاهندگی روی، کاهندگی توی فلزات همون واکنش دادن فلزات، یعنی از دست دادن الکترون، که فلزات دوستان الکترون از دست بدن. خب کاهندگی مس از طلا بیشتره، بله، ولی از روی کمتره، بله، چون روی بیشتر از مس بیشتر از طلا. این درست. بعدی، محلول حاوی زد ان دو مثبت رو میتوان درون ظرف آهنی نگه داشت. قانون برای ظرف داشتیم، میگفتیم ظرف باید بالاتر باشه یا پایینتر باشه از مظروف؟ باید کم ارزشتر باشه، پایینتر باشه. خانم شفیعی انگار درسنامه رو یادتون رفته، بذار یکی دیگه از بچه ها رو بیاریم. ببخشید الان رو مود نیستید، بذارید یکی دیگه بچه ها رو بیاریم. همن میگفتیم، آقا همن میگفتیم ظرف باید بالاتر باشه یا پایین تر باشه؟ سلام استاد. سلام استاد. سلام شوید جان، اشتباهی صدای تو رو باز کردم، بستم، ببخشید. همن میگفتیم ظرف باید با ارزش تر باشه یا کم ارزش تر باشه؟ گفتیم ظرف باید با ارزش تر باشه. آره، این همه تاکید کردیم، گفتیم مثلا ظرف طلا باشه داخلش میتونیم مس نگه داریم، ظرف مس باشه داخلش، یعنی ظرف باید بالاتر باشه. خانم شفیعی اشتباهی به این وضوح رو ازتون انتظار نداشتم، فکر کنم صبح آزمون دادید، طبیعیه احتمالاً خسته شدید. خب آیا ما میتونیم تو ظرف آهنی روی نگه داریم، یعنی روی زیر آهنه؟ بله درست. پس این کاملا درسته بچه ها، ظرف باید بالاتر باشه. میگه محلول روی رو میتونیم تو ظرف آهنی نگهداری کنیم. آیا آهن بالاتر از روی؟ بله. به عبارت این زد ان دو بار مثبت نمیتواند با آهن واکنش دهد، این قانونی بود که سر کلاس گفتیم. بعد مقایسه قدرت کاهندگیشون هم همینو نوشته دیگه، گفته روی بیشتر از آهن، بیشتر از مس، بیشتر از طلا، که ما هم اینجا گفتیم روی بیشتر از آهن، بیشتر از مس، بیشتر از طلا. و آخریش فلز آهن
می تواند محلول طلا را از این آزاد کند. ببین بعد چجوری به قضیه نگاه کنی. طلای ما اینجا یونه، درسته؟ آیوی سه بار مثبت. آهن ما هم اینجا افیه. همیشه به این قضیه اینجوری نگاه میکنیم، همین به یونش نگاه میکنیم، میگیم طلا اون کاتیونه باید بالاتر باشه از فلز. آیا طلا بالاتر از آهنه؟ بله دیگه. بله دیگه، تموم شد. خانم شفیع هم میگه استاد ببخشید من این سوال درست حل کردم، فقط لفظش رو اشتباه گفتم. لفظ خیلی مهمه، حواستون باشه. اوکی نگاه کنید پس بچه‌ها، اینجا داره اینو میگه توی واکنش ها همیشه کاتیون بالایی با فلز پایینی واکنش میده، اینو یادتون باشه. همین مثلا کاتیون مس با کدوم فلزات واکنش میده؟ همین با آهن و روی و پایین. آفرین، اینجا هم اینو میگه، میگه کاتیون طلا آیا میتونه با آهن واکنش بده؟ بله کاتیون طلا خیلی بلا میتونه هم با مس واکنش بده، هم آهن هم روی. پس جواب شد گزینه 4. درود بر تو آقا همین. من میخوام با همین استدلالی که با همین داشتیم و اشتباه لفظی هم نداشت، خیلی بچه‌ها گفتن سوال راحت حل کردیم، خدا رو شکر. سوال 219 رو میخوام با همین ترتیب حل کنم. بچه خوب توجه بکنیم، میگه مقایسه قدرت کاهندگی A و B و C و D به این ترتیبه. A از همه کاهنده تره پس پایین تره. یعنی A B C D E F، نه E F و اینا نداریم، همین A B C D. خب حالا توجه کنیم، میگه با قرار دادن فلز C در محلولی از یونهای آی دو مثبت دمای محلول دچار تغییر نمیشود. این یعنی چی؟ یعنی واکنش نمیدهد. ببینیم و تعریف کنیم. خب آیه دوبار مثبت، اول کاتیون رو مشخص میکنم. این آیه دوبار مثبت با فلز سی، آیا کاتیون میتونه با فلز بالا سریش واکنش بده؟ نه، توی سوال قبلی هم گفتیم کاتیون با فلزات پایینی واکنش میده، تمامش همین. درست. یکی بچه هم خانم حسنوند میگه من یکو که خوندم دیگه گزینه‌های دیگر رو بررسی نکردم. درود بر شرفتون، همین کار باید بکنی سر جلسه وقتی گزینه‌ای به این وضوح، چون یادتون باشه بچه ها جلسه امتحان نبرد زمان هم هست. خانم محمدی درسته؟ غزال خانم جلسه آزمون نبرد زمان هم هست، درسته؟ صدای منو دارید یا نه؟ یا ندارید؟ ظاهراً ندارید. بچه ها پس یادتون باشه من میخوام یه قلوب آب بخورم، دارم وقت کشی میکنم. خانم آتنا نبرد زمانه، درسته؟ بله استاد. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. یعنی شما گزینه رو مطمئن شدید دیگه نباید بررسی کنید. حالا میتونید یه علامتی چیزی بذارید که آقا بقیه گزینه ها رو بعدن اگه وقت اضافه آوردم بررسی کنم، ولی یک دیگه پر واضح هست به قول آقایون. خب حالا ما 2، 3 و 4 هم یه بررسی کنیم. میگه B اگه روی باشه، A و C به ترتیب میتونن آهن و مس باشن. میگه B اگه روی باشه، A میتونه آهن باشه، آهن و مس، C هم مس باشه. آیا این درسته؟ آیا آهن زیر روی بود؟ نه بالا داشتیم، روی نه زیره. آهن و دوتا بالای روی بود. خب اینجا داشتیم میگه آره هر دو بالاشن. خب سومی میگه اگه این واکنش انجام پذیر، بچه کلن امروز یکم بارش و اینا داشتیم فکر کنم نت خیلی بچه های ما دار خوب نیست، مرسی آتنا خانم. میگه اگه این واکنش انجام پذیر و این واکنش انجام ناپذیر باشد، ام رو بیا مشخص کن. بچه این واکنش میگه انجام پذیر، خوب دقت کنید، ام با کاتیون سی واکنش داده، سی دوبار مثبت. خب نگاه کنید، این وقتی میگه انجام پذیره یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم همیشه کاتیون بالای فلزه اگه واکنش بده. خب ما میخوایم جاشو مشخص کنیم. همیشه یادتون باشه بچه ها این یه قانونه، یه کاتیون با یه فلز واکنش بده، کاتیون بالاتر از فلزه، تمام شد. اینو اثبات کردیم، چون کاتیون میخواد زور بگه پس باید بالاتر باشه. پس این سی دو بار مثبت بالاتر از ام است، یعنی ام اینجاست، پایین‌تر از سی هستش، ام اینجا هست، تو این باز است. از طرف دیگه این بی دوبار مثبت نمیتواند با ام واکنش بده، یعنی ام بالاتر از بی دوبار مثبته، پس ام دقیقا میاد وسط سی و بی اینجا. حالا میگه قدرت اکسندگیشون چجوریه؟ خب هرچی بالاتر اکسنده تر، سی بیشتر از ام بیشتر از بی، اینجا گفته سی بیشتر از بی بیشتر از ام، برعکس جا این دوتا رو باید عوض میکردی. هرچه بالاتر کاتیونش اکسنده تر، دوستر، عوضی تر. مهدی گمنام هم میگه منم 80 زدم، درود
حالا مهسا خانم که 90 و 100 زده بود آفرین. در واکنش اکسایش کاهش همه فلزا کاهنده و نافلزا همگی اکسنده هستیم که غلط گفتیم غالبا فلزا در نقش اکسنده عمل میکنن. سوال 220 سوال خیلی قشنگه. دوست دارم یه نفر که یه نفر بگه من یه داوطلبی که محاسبات استوکیومتری ما رو خوب بلد باشه داوطلب بشه من صداشو باز کنم. دوست دارم که همزمان که من دارم مسئله رو حل میکنم و منیج میکنم ایشون هم که هر کسی باشه همراه ما باشه و یه جورایی نقش دستیار رو عمل بکنه. خانم تارا خانوم صدای منو داری؟ سرکار خانوم تارا خانوم بله خسته نفسی صدای من میاد؟ سلام بله صداتون میاد. صدا خوب میاد، فقط یه هنسری چیزی داری تکون سر صدا؟ نه هیچ مشکلی نیست. نه سر صدا نه هیچی. ببینید خانم تارا، من سوالو یه دور میخونم. میگه تیغه 25 گرمی از آلومینیوم داریم، شما ادامهش بدید. تیغه 25 گرمی از آلومینیوم بخونید مسئله رو. تیغه به جرم 25 گرم از آلومینیوم را وارد 400 میلی لیتر محلول 0.2 مول بر لیتر نقره نیترات میکنیم. اگر پس از مدتی غلظت میخواد صداتون رو قطع کنم، فکر کنم حواستون داره پرت میشه. بذار صداتون رو قطع کنیم، اشکال نداره. خانم جعفری هم داوطلب شدن، بذارید ادامه رو ایشون بخونن. خانم جعفری ادامه بدید. میگه اگر پس از مدتی غلظت، ببینیم اگه صداتون باز بشه. سلام استاد. سلام بفرمایید. اگر پس از مدتی غلظت بفرمایید. اگر پس از مدتی غلظت یون نقره در محلول نصف شود و در این مدت واکنش با فرض آن که 75% جرمی رسوب روی تیغه قرار گیرد، جرم تیغه برابر چند؟ آها میگه جرم تیغه چه اتفاقی براش میفته؟ بچه‌ها سوال اینجاست، مسئله اینه، میگه جرم این تیغه من چه تغییری میکنه، من چه جوری حلش میکنم؟ بچه‌ها دقیقاً من مشابه این سوال رو یکی از عزیزان به من نشون داد از کتاب خیلی سرد بود. البته ما داخل 10 تا تمرین آخر درسنامه‌مون که توی جلسه بعدمون هم به تحلیلشون میپردازیم دقیقاً کپی همین سوالو داشتیم. یه همچین سوالاتی رو چجوری بعد حل بکنید؟ خوب به من گوش بدید که با هم دیگه بررسیش بکنیم. خب میاد میگید که تیغه‌ای دارم به جرم 25 گرم از آلومینیوم وارد نقره نیترات میکنم، پس چه اتفاقی میفته؟ آلومینیوم مصرف میشه، فلز آلومینیوم رو چون وارد کردیم مصرف میشه و نقره قرار تولید بشه. قبول دارید یا نه؟ چرا این اتفاق میفته؟ بذار یه توضیح بدم قبلش. میگن نمونهش توی تیکویزم بود. بله همه جا بوده. چرا این اتفاق میفته بچه‌ها؟ چون آل واکنش میدهد با نقره نیترات یعنی آجی مثبت و قاعدتا اینور آل سه بار مثبت تولید میشه با در واقع آجی. حالا من با فلزا کار دارم توی مسائلی که برمیگرده میپرسه که آقا جرم تیغه به چقدر میرسه و اینا، در مورد فلزات داره صحبت میکنه، پس من مینویسم آل میدهد آجی. حالا چجوری موازنش میکنم؟ هر کسی که کلاس من بوده باشه میگه آقا آلومینیوم سه بار میشود، سه شو میدیم به این، نقره یک بار یکشو میدیم به این، تموش. حالا الکترونشو میخوایم بنویسیم. ما از قضای روزگار امروز از بخت بدمون صدای کسی رو خانم بهرامی باز نکردیم که خیلی صداش خوب بیاد، دوباره برگردیم به شما ببینیم میشه. وقتی که میگیم آل میدهد سه آجی، تعداد الکتروناش چنده؟ بله یه بار دیگه تکرار کنید، گفتی چند تا؟ سه تا الکترون مبادله میکنه. میگفتیم آقا میتونیم با خود آل بریم، میگیم یه آلومینیوم داریم که سه بار مثبت میشه سه الکترون، یا نه با آجی بریم بگیم سه تا آجی داریم هر کدومش یه بار مثبت میشه سه الکترون، تمام شد. حالا میایم چیکار میکنیم؟ جرم آلومینیوم کم میشود چون آلومینیوم داره مصرف میشه. چند جرمش؟ گفته 25 گرم. نه 27، نه جرم مولیشو میخوایم بنویسیم که آقا به ازای یه دونه آلومینیوم که از دست میره، به ازای یه دونه آلومینیوم که از دست میره میخوایم تغییرات این واکنشو نگاه کنیم. بچه همتون نگاه بکنید، گوش بدید، یاد میگیرید. واکنش ها رو من اینجوری بررسی میکنم، میگم به ازای هر آلومینیومی که از دست میره سه تا نقره تولید میشه، یعنی سه تا نقره هم 180ه. خب پس تغییر جرم ما میشه چقدر؟ 3 تا 180 اضافه شد، یه دونه 27 کم شد. فقط این اگه سوال همین بود که راحت همینجوری حل می‌کردیم، میگفتیم 3 تا 180 میشه، 3 تا 180 میشه چقدر؟ میشه 324.
نه دیگه 324، منظور تو همین بود. 324. بله بله. میگفتید آقا 324 گرم اضافه شده، 27 گرم کم شده، تموم شد. 324 رو منهای 27 میکردید که میشه 298، 297. خب این مثبت شده، این منها شده. بچه همینجوری سوالا رو حل میکنید، خوب یاد بگیرید. یه بار دیگه می‌نویسیم آل میده از سه آجی، موازنه‌شو که یاد گرفتید. اون واکنش دهنده منفی میذارید بالای جرمش، اینه که مثبت. بعد تموم شد، یه مثبت 324، یه دونه یه سطور میزنیم به اسم تغییر جرم، میگیم 324 تا زیاد شد، 27 تا کم شد. فقط این واکنش یه نکته اضافه هم داشت. چی گفته؟ گفته 75 درصد جرم رسوب تولید شده روی تیغه قرار میگیرد. رسوب تولید شده اینه، میگه این 75 درصدش رو حساب کن، یعنی 324 رو زد در 75 درصد کن. اینجوری حلش میکنی، تموم شد. 75 درصد رو بچه من میگیرم 3/4. خب اینو اگه تقسیم برای 4 بکنم 300ش میشه 75 و میشه چند شما بگید؟ 243. بله منم یه چکی بکنم یه لحظه، تقسیم بر 4ش بکنیم میشه 81. 81 رو کم کنم از این، دقیقا میشه 243. آفرین. پس این شد 243، تموم شد مسئله. تغییر جرم ما میشه 243 منهای 27 که میشه چند؟ یعنی این 243 رو منهای 27 کردم میشه چند؟ میشه 216. خب 216 تموم شد بچه ها. میگیم به ازای 216 گرم تغییر جرم، چون اینجا واکنشش رو با چیز گفته، گفته که تعداد اگر پس از مدتی غلظت یون نقره نصف شود. آها در مورد نقره صحبت کرده که اینجا ما داشتیم یون نقره که سه تا آجی مثبت داریم، گفته غلظتش نصف بشه، یعنی از دو دهم بشه چند؟ یک دهم. یک دهم. ما میگیم پس یک دهمش مصرف شده، تغییراتش رو در نظر میگیریم، یک دهم ازش کم شده، زد در مولار رو زد در چی میکنیم؟ زد در حجم میکنیم. درسته؟ آفرین. بله. که حجمش 400 میلی لیتره میشه 4 دهم، واردش میشه مول، بالاش میایم مولش رو مینویسیم. سه تا آجی میشه چقدر؟ میشه 3 مول. خودش موله دیگه، 3 میشه 3 مول. تغییر جرممون رو میخوایم، تموم شد بچه ها. این واکنش رو میتونست با الکترون ارتباط بده که با الکترون اینجا ارتباط نداده بود، ما الکی اومدیم نوشتیمش، این اصلا به کار نمی اومد. پس چیکار کردیم دوستان عزیز؟ نوشتیم سه تا آجی مثبت به اضافه آلومینیوم میداد سه تا آجی، حالا به اضافه آل سه بار مثبت. اینم حالا بنویسم که بچا بعدن نگن چرا ننوشتی آل سه بار مثبت. بعد چیکار کردیم؟ خیلی واضح و شفاف اومدیم گفتیم که اولا در مورد اینکه بچا میگه آها، یکی بچا میگه که نباید چیز میکردیم صفر بی ارزش نمیشه، نه چون جمع داره بهتره نذارید، حتی اینجا مشکلی پیش نمیاد، میتونید صفر بی ارزش هم بریم، بیایید صفر بی ارزش بریم، چون عددهایی که با اون 25 جمع شدن عدده مشخصی هم. خب این 3 اینم 4ه درسته؟ خب این علامت سوال میشه چند؟ میشه طرف این وسط این، یعنی این ضرب در این تقسیم بر 3، یعنی جواب ما میشه چند؟ جواب بذارید بنویسیم اینجا، میشه 288 ضرب، یعنی 288 تقسیم بر 3، آها میشه 288، که با توجه به گزینه‌ها که جرم اولیش 25 بوده دیگه، ما میفهمیم که 288 صدم بهش اضافه شده، نه 288 با توجه به گزینه‌ها. خب 288 با 25 جمع کنیم میشه چند؟ 27.88 گزینه 3. درود بر شما. حالا اگر هم صفر بی ارزش نمیزدیم اینجا دو رقم ممیز داشت مشخص بود، این ضرب رو انجام میدادیم میشد 288، میگفتیم اینجا دو رقم ممیز داره، این 400 دومه میشه 288 دوم، تموم شد. بچه مشابه این سوالات 10 تا سوال آخر درسنامه فصلی گذاشتم و با هم دیگه بررسیش میکنیم. بسیار عالی، درود بر شما. و بچه با سوالات بیشتر سعی میکنیم که این مهارت رو توی شما محک بزنیم و ارتقا بدیم. من سوال 223 رو میخوام خود عمل کنم. میگه در واکنش ورقه آلومینیومی با محلول مس 2 سولفات به ازای مبادله 48 مول الکترون چند گرم مس تولید میشود؟ اصلا به این واکنش هم توجه نمی کنم، می نویسم مس به ازای مس 2 مول الکترون، چون مس دوباره تموم شد، چون خودش هم در مورد مول الکترون و گرم مس گفته. میگم 48 مول الکترون، داده های سوال چند گرم مس؟ x گرم، تموم شد. یه خودمون وارد
سختی ها و مرارت ها و مشقت ها نمی کنم، رو نویسیش دو تا الکترون دارم میشه دو مول، سی یو هم که جرمش اینجا نوشته 64، جواب به دست من. دو رو با این 48 خط میزنم میشه 24، جواب میشه گزینه 4. از کجا فهمیدی قادری بلا؟ آخه چقدر طول کشید حل کردن این سوال. خانم غزال خانم میگه من آزمون قبلی توی تیک نبودم، شیمی رو منفی 3 زدم، این دفعه 45% شده. درود بر شما. چقدر طول کشید؟ این که من میگم آقا سوالا رو من بدون قلم حل میکنم این شکلیه. من دقیقا همین کارو میکنم تو ذهن خودم، میگم آقا به ازای هر مس دو الکترون، چرا؟ چون مس دوباره میشه دو الکترون، ضریبش هم یک گذاشتم دیگه میشه دو الکترون. بعد ادامه اش چیکار کردم؟ 24 ضرب در 64 گفتم 4 تا میشه 16 تا، یکان 6ه، یا اینه یا اینه. بعد میدونم 24 ضرب در 64 اصلا 20 تا 60 خودش میشه 1200، پس عدد بزرگتر از 1200، این 1500 رو میزنم، این 576 خط میخوره، تمام میشه سال 223. سال 225 بچه ها در مورد موازنه کردنه که من کامل بهتون یاد دادم. متاسفانه داوطلب کم داریم از بچه هایی که اومده بودن سر کلاس و کامل آمادن، گویا سرشونو کردن زیر برف و میخوان از دور رؤیت کنن. خانم سارا شما که همین الان داوطلب شدید صدای منو داری؟ نه استاد، دیدید که نت من عوض شد، به هرچی اسم خودم و تارو میزدم بیام داخل سیستم نمیشد، نشدم اسم خودم عوض کنم. اشکال نداره الان هستی؟ بله بله الان هستم، اینترنت هم خب. عوض کرد. اوکی نگاه کنید، موازنه اینو که بهتون یاد دادم گفتم که FE 3 بار مثبت شده FE 2 بار مثبت. چقدر تغییر یعنی کرده؟ یعنی یه الکترون اینجا ما یه دونه تغییر کرده، یکشو میدیم به قلب، تمام. قلب از 2 بار شده 4 بار، چقدر تغییر کرده؟ اینجا 2 تا، پس 2 رو میدیم به FE، تموم شد. این FE اینجا مثل اونور میشه 2، یه دونه SN اینورم یه دونه SN. به همین روش بریم اینو یکم موازنه کنیم. کروم از بار 0 شده 3، چقدر تغییر کرده؟ 3 تا تغییر کرده، پس 0 میده. آهن از 3 شده 2، چقدر تغییر کرده؟ یه دونه تغییر کرده، خب 1 رو بدیم همون ضربه 1 میمونه. تمومش. خب فقط ما بیایم کاهنده اکسنده ها رو مشخص کنیم که بعدن گیج نشیم. گفتیم که اینجا آهن 3 بار بوده شده 2 بار، الکترون گرفته یا از دست داده؟ یعنی الکترون گرفته. آفرین. یا با قلب راحت‌تر میتونستیم، قلب دوباره شده 4 بار، یعنی دو تا الکترون دیگه از دست داده. از دست داده. آره. یا اینجوری پس یعنی وقتی که یه لحظه من اینو بگم، وقتی الکترون از دست داده باشه یعنی اکسایش پیدا کرده. یه روش راحت‌تر هم هست، بارش رو نگاه کنید، بار هر چیزی که افزایش پیدا کنه اکسایش پیدا کرده، هر چیزی که بارش کاهش پیدا کنه کاهش پیدا کرده. اینجوری خیلی راحت‌تره. آهن مگه از 3 نشده 2، پس کاهش پیدا کرده. کاهش پیدا کرده میشه کاهش، این میشه اکسند. یا هم اکسند. آفرین. کاهشه میشه برعکس اکسنده، اکسایشه میشه کاهنده. درود بر شما. خب پایینی هم همین کارو میکنیم. کدوم بارش افزایش پیدا کرده تو پایینیه؟ الان کروم بارش افزایش پیدا کرده. از 0 شده 3. وقتی افزایش پیدا کنه راحت میگیم اکسایش، کاهش. کاهنده اونی که اکسایشه، کاهنده اکسنده. من این کارو کردم، یه نیم نگاهی به گزینه یک انداختم دیدم گونه کاهنده اکسنده کرده. آ رو بخونید میگه چند تا درسته. آ ضریب استوئیکیومتری گونه کاهنده در واکنش های 1 و 2 برابر است. خب الان کاهندمون که گفتیم SN دوباره مثبت، ضریبش 1ه. بله. اینورم کرومه که ضریبش 1ه. دقیقاً. ببینید بچه ها، کاهنده ایشونه و ایشونه توی دو تا واکنش، ضریب این 1ه، ضریب اینم 1ه، پس ضرایبشون برابره، تموم شد. به ضریب استوئیکیومتری گونه اکسنده در واکنش همین الان بیایید قبل از اینکه ادامه بدید، گونه اکسنده در واکنش یک، اکسنده در واکنش یک اینه اف ای 3 بار مثبت، ضریبش 2ه، اکسنده دو بله برابر ضریب گونه کاهنده در واکنش 2. خب قسمت ها هم گفتیم دیگه، کروم کاهنده بود، کاهنده واکنش 2 میشه کروم که 1 بود. آیا 2 برابر 1ه؟ بله. بعدی بله. مجموع ضرب استوکیومتری واکنش دهنده ها در واکنش 2 که میشه 4 تا بیشتر از مجموع ضرب استوکیومتری فراورده واکنش 1. خب میشه 3 تا. درست. فراورده واکنش 1 ایناست، 2 و 1 میشه 3. واکنش دهنده واکنش 2 ما میشه 3 و 1 میشه 4. بله 4 از 3 بیشتره. اینم درسته. و آخری
مجموع ضرایب استوکیومتری گونه های اکسنده در دو واکنش 1 و 2 برابر با 5. خب گونه اکسنده 1 اکسنده این آهنه، اکسنده اینم آهنه، هر دو اکسنده هاشون آهنه، سه به اضافه 2 میشه 5، این میشه 2 ضریبش، اینم 3 بود. گونه اکسنده جالبه در دو واکنش یکسان بود، هر دو جا اف ای 3 بار مثبت بود. حتی اف ای 3 بار مثبت ندیده میتونیم بگیم که اکسنده است توی هر واکنشی. چرا؟ به خاطر اینکه بالاترین به اصطلاح بیشتر 3 بار مثبت که نداریم دیگه، میاد پایین دیگه در نهایت. بالاتر از سیاهی رنگ اف ای 3 بار مثبت دیگه به سیاه ترین، به خاک سیاه نشسته دیگه، بیشتر از اون الکترون از دست نمیده. خب مجموع ضرایب استوکیومتری گونه‌های اکسنده پس در واکنش 1 و 2 برابر 5. بله گفتیم اینه که دوبار بودیم، 3 بود، 2 و 3 میشه 5. پس چند مورد درست داشتیم؟ 4 مورد. همشون درست. درود بر شما. خب محاسبات بعدی رو بچه‌ها جان من خودم انجام میدم، مثل همون قبلیه. بچه‌ها آها، حالا میتونید خودتون رو محک بزنید. بچه‌ها حالا میتونید خودتون رو محک بزنید. یکی بچه ها میگه که چرا گونه‌های سمت راست رو در نظر نگرفتید. ببینید حرفتون تا یه حدی درسته، خب شما احتمالاً نظام قدیمی هستید، توی نظام جدید به سمت راست خیلی نمیپردازه، بیشتر تو همون واکنش دنده ها میاد در مورد کاهنده و اکسنده صحبت میکنه. حسین میگه استاد میتونیم بگیم فلزاتی که به بیشترین مقدار ظرفیتشون رسیده باشه حتما کاهنده هستن؟ حتما اکسندن. حسین اینجا گفتیم اف ای 3 بار مثبت شد اکسنده، چون دیگه نمیتونه الکترون از دست بده، فقط میتونه الکترون بگیره، پس اکسنده است. خب بچه ها بیایید دیگه الان میتونید اون تمرینی که توی سوال بالایی داشتیم رو تمرین بکنید، چون من برای اون دوست عزیزی که گفتم فکر کنم 2 تا سوال یا 3 تا سوال حل کردم، دیگه گفت به خدا من یاد گرفتم کامل و این خیلی برای من حس خوبی داشت. فکر کنم هر کدوم از شما هم الان دیگه این دوم مسئلهتون رو میتونید تا حد زیادی این رو بگید. تیغه ای از جنس نیکل رو درون نقره میکنیم، اینجا خودش هم واکنشش رو داده، نیکل میدهد نقره، بعد گفته موازنش کنم، من فعلا بنویسم نیکل میدهد آجی. خب یه ذره پایین تر بنویسم که جا دست داشته باشم واسه محاسباتم سر جلسه امتحانم. نگاه کنید بچه ها من مسئله رو از اینجا شروع میکنم، مینویسم نیکل میدهد آجی، چون نیکل خودش گفته دو بار مثبت 2 شو میدم به آجی، آجی گفته یه بار مثبت 1 شو میدم به این، تمام شد، موازنش کردم. بعد گفته که با فرض اینکه تنها 20% از این رسوب کنه جرم تیغه چه تغییری خواهد کرد، پس ستون تغییر جرم میزنم، یه ستون الکترون هم دارم، گفته مبادله اینقدر الکترون، میگم یه دونه نیکل دارم، نیکل دو بار مثبت میشه 2 الکترون، یا میگم دو تا آجی دارم. بچه تمام شد، حالا میام همه چیزو نوشتم دیگه، فلزامو نوشتم، تغییره. میگه استاد این تو تیکویز بود، من از حفظ بودم جوابشو دیگه، مایم میگه تیکویزامون خیلی خوبه از این نظر. دقیقاً. خب بچه تموم شد، میام دادهای مسئله رو مینویسم، میگم مبادله اینقدر الکترون 3.01 × 10^23 جرم تیغه چه تغییری خواهد کرد، x گرم تغییر میکنه. تموم. داده من الکترونه و مجهول من تغییر جرم تیغه است. تغییر جرم رو چجوری به دست می آوردیم بچه‌ها؟ میگیم یه نیکل داریم، نیکل جرمش چنده؟ 58. می‌نویسیم منفی 58. دو تا آجی داریم، این تولید میشه، پس مثبت در نظر میگیم، مثبت 2 تا آجی، آجی 108. فقط تو سال قبلی یاد گرفتیم وقتی میگه 20% رسوب میکنه، این یه ضرب در 20% هم میکنیم، تموم شد. بچه‌ها جان 20% 108 میشه 21.6 ضرب در 2ش بکنیم 21 میشه 40، 21.6 میشه 43.2 اگه اشتباه نکرده باشه، 2 × 2 = 4 رو در این ضرب کنم. دقیقاً بچه این رو حساب کردم شد 43.2 مثبت، اینم منفی 58. اول همین الان میفهمم چون منفی بزرگتره بچه ها، چون منفی بزرگتره جرم قراره کم بشه، یا اینه یا اینه، یا اینه یا اینه. حالا من ببینم ذهنی میتونم یه کاری هم بکنم، این الان حدوده، ببینید این حدود منفی 15 میشه، این خیلی کوچیک شده، پس جواب میشه گزینه 2. چیکار کرد قادری بلا؟ اینجوری باید مسئله رو حل کنید بچه ها. چیکار کردم؟
حدودی رفتم. اوکی، دیدم دو تا گزینه خیلی از هم فاصله دارن. سری حدودی رفتم، گفتم یه مثبت 43 داریم، یه منفی 58. اوکی، حدوداً میشه منفی 15. اینم گفتم که دو تا الکترون میشه دو تا عدد آوگادرو. این که نصف عدد آوگادروه، با این که ساده بشه دو از این میمونه. بعد گفتم که این 4 شده 1، حدوداً تقسیم بر 4 شده، اینم حدوداً تقسیم بر 4 بکنیم. 18 نمیشه، کمتر از 15 میشه دیگه، میشه 3 و خورده ای گزینه 2. تمام شد سوال. حالا دقیقش رو میخواستید حساب کنید، این دقیقا این رو دقیق حساب بکنید بچه ها، بذار دقیق حسابش کنیم که تازه کارها گیج نشون. این عدد آوگادرو 6 و 0 2 در 10 دهانه 23 دیگه زایه است، با این ساده میشه میشه 2. پس این شد 2 2 تا 4 تا. خب اینم منها بکنیم، منفی 58 و 43 و 2 دهم میشه 14 و 8 دهم منفی. 58 رو منهای این کنید، بعد یه منفی بذارید پشتش، میشه منفی 14 و 8 دهم. خب تموم شد. x مساوی است با طرف این، یعنی این دوتا که میشه همون 14 و 8 دهم تقسیم بر روبرویی 4. دیگه خداوکیلی منفی هم داره، یعنی کم میشه. خداوکیلی 3 و 7 دهم مشخصه که این تقسیم 18 نمیشه، میشه 3 و 7 دهم. جواب شد گزینه 2. وریام میگه که، وریام چی میگه؟ میگه آیا همیشه ضرب در عدد آوگادرو میکنیم؟ وریا جان وقتی که تعداد بگه بله، تعداد گفته اینجا، میگه انقدر تعداد الکترون. البته احتمالاً اسمتون فیک باشه، چون وریا غفوری فکر کنم همون بهش آقای غفوری چیز کردید. خب پس دیدی چی شد بچه جان؟ اوکی شد، حل واسهتون جا افتاد، چیکار کردم؟ خب این یکی هم میخوایم همون محاسباته. بذارید یکی بچه ها رو بیاریم که دیگه ببینیم چجوریه وضعیت. منم کمکش میکنم. یه نفر که جدید باشه، صداشو تالا باز نکرده باشم این جلسه. آقای نیک سرشت کجا رفتی؟ محمد جواد صداتو باز کردم، بخون سوالو. چی شد صداتو؟ بس یه بار دیگه میزنم، اگه میخوای صحبت بکنی بزن صداتو باز کن، اگه نمیخوای من خانم نگین رو میارم. سلام. میخوای محمد جواد بخون سوال 228 رو بخون خودت. آره سلام. فنری از جنس مس را داخل 200 میلی لیتر محلول 1/10 مولار نقره نیترات قرار می‌دهیم. بعد از مبادله تعداد 6 و 2 ضرب در 10 به توان 21 الکترون، جرم فنر تقریبا چند گرم تغییر می‌کند و غلظت نهایی ایون مس در محلول چند مول بر لیتر است؟ آها پسر گل، بیا همه مجهول‌ها و داده‌ها رو اینا رو بنویسیم. خب قراره که یه فلز مس دارم با نقره نیترات واکنش بده. اگه فقط تغییر جرم بود من دیگه فقط فلزاتو می نوشتم مثل این، ولی می بینی در مورد محلول مثل دو هم پرسیده، پس میام کامل می نویسم. اوکی، میام میگم که آقا فلز مس دارم، یعنی چی؟ CU واکنش میده با یون نقره، وقتی میگه نقره میداد یعنی آجی دوبار مثبت میدهد، آجی مثبت ببخشید، نقره یه بار مثبته میدهد، از اون چی تولید میشه؟ برعکس اینا دیگه، سی یو میشه کاتیون، سی یو دوبار مثبت و آجی هم اینجوری. خب دو تا چیز هم میخوام بنویسم، یه ستون تغییر جرم با یه ستون الکترون. خب ستون الکترون حتما باید موازنه کنم، باشه؟ یکم کاش واکنش رو چپتر مینوشتیم. آها یه وایسید من اینو ببرم چپ. موازنش میشه 2:1. آفرین. موازنش میشه، نه جهت نمیخوام بدم، همین خوبه، دمت گرم. خب عرض خدمت گل بچه هامون که سر کلاسن، احسنتم. وقتی که مس دوباره دوشو میدیم به آجی، آجی یه باره یکشو میدیم به این، تموم شد. یه دونه اینجا، اینم دوتا. این شد موازنش. چند تا الکترون داریم پس؟ دوتا. تمام شد. حالا یکی این که در مورد چی سوال پرسیده، یکی این که حالا بیا مجهولا رو مشخص کنیم. یکی گفته جرم فنر چقدر تغییر میکنه، یعنی تغییر جرم فنر رو خواسته، من زیر تغییر جرم می‌نویسم x گرم. یکی هم این که گفته غلظت یون مس چقدر میشه، این یون مسه غلظتش میشه x، مولا رو همیشه ضرب در چی میکنیم؟ ضرب در حجم. ضرب در حجم، حالا چون گزینه‌ها صفر بی ارزشن، من اینو ضرب در 2 میکنم. تموم شد. پس مولار اینم که مجهول بود ضرب در 2 کردیم، اینم نوشتیم x گرم، تمام شد.
همینا رو بیایم رونویسی بکنیم، مسئله منفجر شد. خب این مول واحدش، بالاش چی بنویسم؟ این تبدیل شده به مول، میشه یک، یک مول، میشه ضریب. یک، آفرین، ضریبش رو مینویسیم. خب تغییر جرم هم بیا حساب کنیم، یه مس از دست رفت میشه چقدر؟ بله 63 تا منفی 60 و... حالا من 64 میشه، منفی 63، حالا منفی 63. خب دو تا هم آجی اضافه شد، دو تا آجی میشه چقدر؟ میشه 216. میشه 216. چرا میشه 216؟ اینجا درصد هم نداره. مثلا اگه میگفت مثلا 20% از آجی ها میشینن، ما ضرب در 20 میکردیم، ولی تو پرانتز گفته فرض کنید اتم های نقره همشون بشینن رو فنر، یعنی 100%. این خب پس تغییر جرم میشه چقدر؟ 216 رو منهای 63.5 بکنیم میشه چند؟ حالا فرض کنید 64، 216 اگه منهای 64 میکردیم میشه 152، پس این 152.5 میشه. من میسم 1525 مثبت. خب دیگه چی؟ آیا چیزی هست که ننوشته باشیم؟ چون اینا هر دو مجهولن، یه معلوم هم باید داشته باشیم. یک شیش و دو صدام ضرب در ده به توان 21 واسه الکترون هم. چیزشو نمینویسم دیگه، ده به توانشو نمینویسم چون میخوام صفر بیارزش برم. یادته یکی بچه همین دو دقیقه پیش پرسید، گفت همیشه عدد آوگادرو رو مینویسیم وقتی تعداد باشه. آره میگیم دو تا الکترون داریم میشه دو تا شیش و صفر دو، دو صدام. تمام شد. زوم بکنیم رو این مسئله پوکیدا، من زوم میکنم با رنگ مشکی، اینو با این میزنم، دو شده یک، درسته؟ تقسیم بر دو شده، آره نصف شده، آفرین. این 1525 رو نصف کنیم میشه 700 خورده ای، میشه 750 خورده، آره 760 خورده ای، چون یه 25 این آه. میشه یا این، من با اشار بخشم، آره 700 خورده ای میشه دیگه، یا اینه یا این. حالا این یکی هم درست. اینو تقسیم بر دو کنیم میشه نیم، یعنی این باید نیم باشه، x ضرب در دو باید بشه نیم یا یک دوم. پس x چنده؟ چهار. یک چهار چیه؟ نه چهار ضرب در دو میشه یک دوم، یک چهار، یک چهارم، آفرین. یک چهارم کدوم گزینه است؟ 25000 25 میشه، یک چهارمشون 2500 دیگه. حالا ما صفر بی ارزش را دیگه صفر کم آوردیم، تموم شد. اینا رو با پاسخنامه ها مقایسه بکنید، این روش معجزه است، قبول داری؟ بله بله واقعا واقعا. ما چند تا سوال آزمون حل کردیم، فکر کنم اگه کسی شاگردمون هم نبوده باشه همین الان یاد گرفته، یعنی برمیگرده و لذت میبره از این روش، بعد از این آزمون میره خونه میشینه و کیف میکنه. خیلیتون حتی خونه این. خب آخرین سوال محاسباتی این بخش رو هم با خانم زینب حل میکنیم، بعدش میریم سراغ دهم. زینب خانم صدای منو دارید؟ بله. سلام. سلام، وقتتون بخیر. سوال 230 رو بخونید. یک تیغه مینیومی را در این 500 میلی معمول 34 با این غلظت 8 دهم قرار میدهیم. اگر طی این مدت زمان نیم دقیقه 10 این ممیز 836 در 10 به توان 22 الکترون بین گونه های اکسنده و کاهنده مبادله شود، سرعت واکنش بر حسب مول بر ثانیه در بازه زمانی داده شده کدام است؟ این سوال یه نامردی کرده. خانم زینب صدای منو دارید؟ بله استاد، بله. سوالی نامردی کرده، در مورد سرعت واکنش پرسیده که مربوط به 11ه. البته همه کسایی که الان سر کلاسن و کنکورین باید اینو بلد باشن، اوکی؟ ولی من فرض میکنم که پیش فرض برای میذارم که شما کلاس 11ه منم بودید که هنوز اصلا درس ندادم این مبحثو، یعنی نامردی کرده یکم دیگه، از مبحثی آورده که ما هنوز تدریس نکردیم و تو بودجه بندی آزمون هم نبوده. خب انتظار داشته شما 11ه پاس کردید بلد باشید. حالا من روشمو الان میگم، خیلی روش راحتیه. وقتی که سرعت میگه ما چی کار میکنیم؟ یادتونه همیشه هر چیزی رو در مخرجش ضرب میکنیم؟ کلاس من همیشه اینجوریه دیگه. اول بذاری واکنش رو بنویسم. تیغه آلومینیوم رو گذاشتیم داخل این، درست؟ من کل واکنش رو نمینویسم، کلش حالا بذار بنویسیم. مینویسیم آل تیغه آلومینیومی به اضافه، با چی واکنش میده؟ سیوه دوبار مستد دیگه. حالا S4 رو نمی‌نویسم. از این ور چی تولید می‌کنه؟ AL سه بار مثبت، AL کاتیون میشه به اضافه CU. آفرین. تو موازنش به CU چه ضریبی بدم؟ به AL چه ضریبی؟ به CU 3 بدیم، به AL 2. آفرین. جابجا می‌کنیم دیگه، این بارش 3 میدیمش به CU، CU هم بارش 2 میدیمش به این. پس این شد موازنش. خب بعد دیگه چی گفته؟ تعداد الکتروناش هم صحبت کرده. پس چی بنویسم جلوش؟ می‌نویسیم 6 مول الکترون. آفرین، چون 2 3 تا 6 تا یا 3 2 تا 6 تا، پس اینجا می‌نویسیم 6 تا الکترون.
و در نهایت چیکار میکنیم؟ گفته که سرعت واکنش، من اینجا می‌نویسم واکنش، توی اون فصل 2.11 من این شکلی بهتون یاد میدم، یه واکنش اضافه میکنم اینجا و تمام شد. یه واکنش بنویسید حله، یه واکنش بنویسید ضریبش هم یکه، یه دونه کلمه فارسی واکنش می‌نویسیم. حالا بیایید که مسئله رو حل بکنیم به سادگی، با صفر بی ارزش میخوام برم. گفته که اینقدر الکترون، درسته؟ بله. خب زیر 6 مول می‌نویسیم 10. من می‌نویسم 108 اگه اجازه بدید. 108. چون این مشخصه که 10 که ضریب 6 نیست، ولی 108 ضریب 6ه، درسته؟ این 108.36 بوده انگار که یه ضریبی از 6.02 که حالا ما میخوایم سادهش کنیم، درسته؟ حالا من اینجوری می‌نویسم مثلا 10836. خب بعد بالاش چی می‌نویسم؟ 6 مول الکترون مگه نیست؟ چی بنویسم بالاش؟ بنویسم 6 در 6 و 2 در 10 به توان 6 و 2. حالا می‌نویسم 602 در 10 به توان 23 شو که کاری ندارم. خب نگاه کنید، اینجا میگیم که آقا این میشه 6 6 تا 36 تا دو رقم اولش، اینم 108 دو رقم در واقع سه رقم اولش، این حدوداً چند برابر شده که شده 108 6 6 تا؟ حدوداً فکر کنم 3 برابر شده. 3 برابر شده. اگه دقیق این ضرب انجام بدید و با این خنثاش بکنید به عدد 3 میرسید. پس این 36 این 108 میشه 3. این نسبتش فعلا شد 1 به 3. چی خواسته از من؟ سرعت واکنش. اینجا می‌نویسیم x. فقط یادتونه ما همیشه همه چی رو در مخرجش ضرب می‌کنیم. مثلا مولا رو دیدید، مول بر لیتر در مخرجش ضرب می‌کنیم که لیتر. آره اینجا مول بر ثانیه است. در چی ضربش کنیم که فقط مول بمونه؟ در ثانیه. آره من مسائل فصل در واقع سینتیک بحث سرعت واکنش رو همینجوری حل می‌کنم. یعنی مجهولو که x باشه ضرب در ثانیه می‌کنم، تمام میشه مول. نیم دقیقه میشه چند ثانیه؟ میشه 30 ثانیه که می‌نویسیم. آفرین. و بالاش هم ضریبش رو می‌نویسیم. گفتیم واکنش ضریبش یکه. یک. چرا ضریبش رو نوشتم؟ چون وقتی اینو ضرب در ثانیه بکنم مول میمونه دیگه. پس بالاش هم باید مولش رو می‌نویسم. تمام. آره. 1 1 3 x ضرب در 3 x چنده؟ 1. گزینه 4. باور می‌کنید این سوال انقدر راحت حل میشه؟ حالا با پاسخنامه آزمونم مقایسه بکنید. این 3 با این 3 میره. x فقط 1 میمونه واسش. خیلی راحته. یعنی ما این روش زیرو نویسی که من میگم میدونید مثل چیه؟ مثل یه نخ تسبیحه که من در مدت‌های طولانی که تدریس کردم تمام مباحث رو به این نخ تسبیح وصل کردم. یعنی شما میری توی سینتیک زیرو رو نویسی، میری توی الکتروشیمی زیرو رو نویسی، میرید داخل محلول زیرو رو نویسی، میرید هر جا زیرو رو نویسی. یکی بچه همش میگه خیلی مرد اینا رو رایگان میگی، باید بگیم دیگه، وظیفه مونه. خب این شد سوال 230. حالا از این به بعد بچه ها وارد چی میشیم؟ وارد دهم میشیم با و میخوام روش با روش میانگین وزندارمون. بچه ها یه چیزی رو بگم، یه نکته رو بگم، بذارید اینو بگم اولش. بچه ها جان تکرار میکنم، 10 سوال سخت‌تر رو آوردم، 10 سوال محاسباتی رو آوردم، 10 تا سوال داریم که راحت تره، اونا رو در خدمتون خواهیم بود در به صورت ضبط شده. خب شروع بکنیم. سوال 232 میگه عنصر M داره 3 ایزوتوپ 64 66 و 68. اگر شمار نوترون های سبکترین ایزوتوپ 17 15 عدد اتمیش باشه و فراوانی ایزوتوپ سبکتر 2 برابر فراوانی هر یک از ایزوتوپ های دیگر باشد، آنگاه جرم اتمی میانگین چنده و لایه ظرفیتش چند الکترون داره؟ اول میرم جرم اتمی میانگین رو با روش خودمون حل میکنم. خانم مهسا خانم میگه من بیام. بچه هر کی داوطلب میخواد بشه میتونه بگه، هر تستی رو خوندم داوطلبا بگن که من دیگه الکی صدای کسی رو باز نکنم که نتش بد باشه یا چیز باشه. مهسا خانم برای جرم اتمی میانگین ما چیکار میکردیم؟ روش خودمون میانگین وزن گرفتیم، سبکترین رو بالا مینوشتیم، 64 66 68 فراوانیاشون چنده نسبتش؟ گفته که سبکترین 2 برابر هر کدوم از اون یکی هست. پس سبک رو میذاریم 2، اینا رو میذاریم 1. حالا فرض کنید بقیه سر جلسه آزمون میان چیکار میکنن؟ میان 64 رو ضرب در 2 میکنن، تازه اگه راه به حقیقت ببرن. درست. 64 رو ضرب در 2 میکنن، بعد 66 رو ضرب در 1 میکنن، بعد 68 رو ضرب در 1 میکنن، بعد اینا رو جمع میکنن، تقسیم بر 4 میکنن. ما چه جوری حل میکنیم؟ این اختلاف چنده؟ 2. این فراوانی چنده؟ 1 تقسیم بر کل 1 4. 1 4
این شدین. همین الان میزنم گزینه یک یا دو. چرا؟ چون وقتی فقط یه دونه رو که حساب کردیم نیم تا رفته رو. تموش. یعنی 64.5 این الان شد نیم. آفرین. همین یه دونه رو حساب کردیم، این اختلاف رو ضرب در فراوانی کردیم، این یک بود از چهار، دو ضرب در یک چهارم میشه نیم. همون نیم رو گذاشتیم رو 64 شد 64.5. پس این یکی هم حساب کنیم یه چیز دیگه هم اضافه میشه، این 64.5 ها غلطن. حالا یکی رو حساب کنیم، 64 تا 68 چقدر فاصله داره؟ 4 تا. 4 تا. فراوانیش باز دوباره یک تقسیم بر همه میشه 1 4 4 ضرب در 1 4 میشه 1. قرار بود 1 و نیم رو بذاریم رو 65، پس شد 65.5. این از این. اما پارت دوم معمای ما کجاست بچه‌ها؟ پس این قسمت اول مثل آب خوردن حل کردیم که میتونه سوال کنکور باشه. پارت دوم میگه توی سبکترین ایزوتوپ که عدد جرمی 64 نسبت نوترون به پروتونش، عدد اتمی پروتون 17 15، پس اولا نوترون به پروتون میشه چند؟ 17 10 15. از طرف دیگه عدد جرمی حاصل جمع نوترون و پروتون دیگه، نوترون به اضافه پروتون میشه چند؟ 64. سبکترین رو گفته. خب 64. من همین الان میفهمم که یکیش 34 یکیش 30. اگه گفتی در کجا؟ از روی همون نسبتشون دیگه. دقیقاً. مگه نمیگه که 17 و 15 نسبتاشون. یعنی اگه نوترون 17 باشه پروتون 15. اون موقع جمعشون میشه چند؟ 32. 32. حالا که جمعشون شده 64 این دو برابره دیگه. یعنی از قانون ستون‌ها میرم. نمیام مثلا جایگذاری کنم و اینها. میتونید این کارا هم بکنید ها، ولی من دوست دارم که مختون فعال بشه. وقتی نسبت داریم جمع یا منها هم داریم خیلی راحت میاد میگید آقا اگه نوترون 17 بود پروتون چند میشد؟ 15. اینو اینجا گفته، نوترون 17 پروتون 15، جمعشون میشه چی اگه اینجوری بود؟ 32. حالا که خود مسئله گفته جمع 64 یعنی دو برابر اینه، پس پروتونامون 30 تاست، اینم 34 تاست. این کدوم عنصره که 30 تا پروتون داره؟ روی لایه ظرفیت روی چند تا الکترون داره؟ 6 تا یا 12 تا؟ 12. تمامش. چرا؟ چون روی رو ما یادمونه 4 S 2 3 D 10 دیگه، S و D بله. آخرش میشه بجم. یا نه میگفتیم روی مربوط به گروه 12 با شماره گروه هم میتونستیم بگیم دیگه. بله درسته، میگفتیم شما مربوط به گروه 12 باشه عدد چیزش میشه 12. مرسی از شما بچه. برای این سوال کی داوطلب میشه؟ بذار صدای خانم مهسا رو ببندیم. سوال 234 کی داوطلب میشه؟ کی؟ خب بذار صدای یکی بچه های داوطلبمون رو باز کنیم. سید مهدی میگه من. بذار صدای سید مهدی رو باز کنیم که فکر کنم این جلسه صداشو باز نکردیم. آقای سید مهدی خان بفرمایید. آقای مهدی من یه گزینه برای شما میاد که بعد بزنید تایید کنید صداتون باز بشه. سلام. سلام. سوال 234 رو برام میخونید؟ چند مورد از مطالب زیر نادرست است. بله. تعداد های پایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن با تعداد الکترون ها با ال مساوی 1 در اتم فلور برابر است. خب پایدارترین ایزوتوپ ساختگی نیتروژن کدوم، هیدروژن کدوم بود؟ H4. کاملا درست. غلطه یا درسته؟ H4 یادت نیست میرفت بعد 5 و 6 قرار میگرفت؟ یادت نیست؟ نه. مهدی صدات کم بد میاد. بچا ترتیبشون اینجوری بود، ترتیب پایداری. 1 2 3 بعد میشد 5 6 بعد 4 7. 4 میرفت بعد 5 و 6 قرار میگیره، پس H5. بچه من اینو خودم حل میکنم. پایدارترینش میشه H5 1، H4 نیست مهدی جان. این دام سید مهدی. سر کلاس بهتون گفتم 4 اینجا نیست، میره بعد 5 و 6 قرار میگیره. خب تعداد نوترون هاش میشه چقدر؟ 5 منهای 1. بالای منهای پایینی میشه تعداد نوترون ها. 4 تا نوترون داره. آیا با تعداد الکترون های با ال مساوی با 1 در اتم فلور برابر؟ ال مساوی با 1 میشه پی. میدونیم که فلور مثل سایر هالوژن ها پی 5. دیگه خودم خسته نمی کنم. قبول داری؟ میشه پی 5. میشه پی 5. پس همون شد.
این آیا با هم برابرن؟ از کجا فهمیدی قادری؟ چون مربوط به گروه 17 استو پی 5 ولی بشناسید دیگه، فلور 9 آرایشش هم بخواید بکشید یک استو 2 اس 2 5 تا الکترونش میمونه 2 پی 5. پس با هم برابر نیستن، این نادرست. نخستین عنصری از جدول تناوبی که از آرایش الکترونی که آرایش الکترونی آن از قاعده آفبا پیروی نمی‌کنه، کرومو میگه، میتواند دو ترکیب یونی با فرمولای این و این را تولید کند. هم کروم دوبار مثبت میتونیم داشته باشیم، هم سه بار مثبت. بعد این میشه کروم دوبار مثبت که دوش با دوی سولفات ساده شده، اینم کروم سه بار مثبت. کاملا درست. ترکیبای یونی که در فرمول آنها تعداد یونها تنها برابر با دو است، ترکیب یونی دوتایی نامیده میشن. بچه این درسته یا غلطه؟ به من بگید توی چت. این غلطه بچه. تعریف ترکیب یونی دوتایی چیه؟ میشه دو عنصر. هزار بار اینو گفتیم، میشه دو عنصر. خب وقتی میگه دو عنصر، یه لحظه، آره داشتم اینو میگفتم که تعریفش چیه. تعریفش اینه که آقا دو عنصر باشه. یعنی چی؟ مثلا کلسیوم کلورید از دو عنصر تشکیل شده، میشه ترکیب یونی دوتایی. ترکیب یونی دوتایی. پس الزاماً ترکیبای یونی که در فرمول آنها تعداد یونها تنها برابر با دو است، ترکیب یونی دوتایی نامیده نمیشوند. میتونه تعداد بیشتر از دو هم باشه و باز ترکیب یونی دوتایی باشن. اینجا کلسیم یه دونه است، دوتا هم کلور داره، میشه سه تا. پس این نادرست. نسبت تعداد الکترون‌های، البته اینو یک افرادی درست گرفتن، من میدونم چی تو ذهنتون میگذره، میگید مگه همه اینها دوتایی نیستن؟ میگم تعاریف باید تعاریف درستی باشه. این تعریف غلطیه. درسته که هر چیزی که دو یون داشته باشه دوتایی، ولی هر دوتایی دو یونی نیست. نسبت تعداد الکترون‌های با ال مساوی با 1 به تعداد الکترون‌های با ال مساوی با 2 در اتم AS33 1.5 برابر نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به ناپیوندی در N2O5. عجب چیزی. خب باید حلش کنید، هیچ راهی ندارید. AS33 بچه‌ها 3 تا قبل از گاز نجیبه. خب پس من ندید میگم 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 چون 3 تا قبل از اون گاز نجیب این دوره چهارمه، پس میشه 4P3. خیلی خوبه که اینجوری بتونید سریع و بدون شمارش رسم بکنید. خب حالا میگه ال مساوی با 1، میگیم ال مساوی با 1ش ایناست، میشه 15 تا، 6 و 6 و 3. ال مساوی با 2 اینه 10. پس این نسبت 15 به 10 میشه 1.5. نسبت این به اینو خواسته میشه 1.5. خب میگه آیا این نسبت 1.5 برابر نسبت فلانه؟ خب اون نسبت دومی باید بشه 1 دیگه که این بشه 1.5 برابرش. خب اون نسبت رو حساب کنیم توی N2O. جفت الکترونای میتونید شکلش رو بکشید، بهتون یاد دادم، N داتیف این شکلی میشه که شمار جفت الکترون پیوندیش 1, 2, 3, 4، شمار ناپیوندیش هم 4. این نسبت میشه 1.5 برابر 1 است. بله این درسته و جواب میشه گزینه 2. میتونستید بیاید چیکار کنید از رابطه‌ای که بهتون یاد دادم برای پیوندی ها؟ بگید N 3 پیوند میده 2 3 تا 6 تا، O هم 2 پیوند میده، تقسیم بر 2 میکنی میشه 4 تا پیوند. ناپیوندی هر N یک جفت ناپیوندی داره، 2 تا N میشه 2 تا. هر O هم دو جفت میشه 4 دیگه، اون تقسیم بر 2 نداره. این نسبتش 1 شد و کاملا درسته. عجب سوالی بود. حالا اینو مقایسه کنید با آزمون سنجش قبلی. واقعا افتضاح بود. آزمون سنجش رو من تحلیل کردم گذاشتم. بعد گاهن مدرسین، من سنجش رو همچنان تحلیل سعی می‌کنم بکنم، ولی گاهن مدرسینی پشتیبانی می‌کنن. خب وقتی آزمونی زحمت نمیده طراحش به خودش که سوال طرح بکنه، ببین این سوال کنکوره. این سوال کنکوره، گزینه چهارش خودش شمارشش، بعد سوال سنجش کدام یون را به آب دریاچه اضافه میکنن که اسیدی بودنش کم بشه، جواب کلسیم اکسید. این چه سوالیه؟ یه ذره باید واقعا اگه مؤسساتی در ایران هستن که آزمون برگزار میکنن و میخواهن در دور رقابت بمانند، باید مقداری زحمت بکشن. همینجوری که نیست شما یه برگه چاپ بکنید یا فایل بزنید بفروشید میلیاردی. خب باید زحمت بکشید. این چه سوالی آخه؟ سوال کانون من امروز دوست داشتم واقعا. سوال 236. حالا بعضی فکر نکنم بگن آقا تبلیغ، نه من به سنجش نقد میکنم. من گزینه 2 هم تحلیل کردم، خوشگل بود سوالش. گزینه 2 هم دیدم قشنگ بوده سوالش، تحلیل میکنم میذارم براتون همه رو. ولی اگه بخوام منصفانه نگاه بکنم، گزینه 2 آزمون قبلیش گند زده بود.
و هنوز من متحیرم چه نامم این آزمون گزینه دو رو که در حد کنکور 70 هم نبود. در کدام دو مولکول تعداد جفت الکترون پیوندی و همچنین تعداد جفت الکترون ناپیوندی متفاوت است؟ میگه هم پیوندی هاشون متفاوت هم ناپیوندی ها. بچه ها گزینه یک سی سگانه داره با N، یگانه داره با H. CO2 هم سی اینجوریه، هر دو چهار تا پیوندی دارن، پیوندی هاشون متفاوت نیست، پس همین الان غلط. CH2O CS2 هم همینجوری. کربن کلن چهار تا پیوند میده مگر در CO، مگر در CO. خانم محمودی میگه از روش خودتون نمیرید، از اونم میتونیم بریم، نمیخوام حالا فرمول بزنم که آقا H و C و N رو جمع میکنید، H میشه یک، C میشه چهار، N میشه سه، تقسیم بر دو میکنید، این چهار تا پیوندی داره. اینجا هم C میشه چهار، دو تا هم دو، O داریم، هر O هم دو بود، دو دوتا چهار تا، تقسیم بر دو باز میشه چهار، با هم برابرن. و دیگه وقتی شکلشو میتونید بکشید دیگه نباید خودتون رو گیج کنید. مثلا توی CH2O و CS2 اصلا شکل هم نمیخواد بکشیم، CH2 از این الگو پیروی میکرد، CS2 هم از این الگو. کلن کربن چهار تا پیوند میده بچه ها، تمام شد. کربن کلن چهار تا پیوند میده، چه داخل CH2 چه داخل CS2. پس این هم نیست جواب، چون گفته باید متفاوت باشن. خب اینجا هم CO2 SO2 رو مقایسه میکنیم با CO SO2. من همین الان گزینه 4 هم حذف میکنم. چرا؟ چون تو CO تنها ترکیبی از کربن بود که سه پیوند داره و SO2 هم همینجوریه، SO دوگانه یه دونه یگانه. پس اینا هر دو سه پیوندی هن، جواب باید گزینه 3 بشه. تمام. ناپیوندیشون هم اگه همین الان حساب بکنم میدونم که چون اکسیژن هاشون یکسانه و S و C ناپیوندیاش فرق داره، ناپیوندیاشون متفاوت در میاد، اصلا حساب نمیکنم. خب خانم هانا، خانم بهرام میگو استاد چون گزینه یک و دو هر دو کربن داره رد میشن از اول. نه دقت کنید، آره یه اشکالی فقط به این حرفتون وارده، حواستون باشه اگه سی او بود قبول بود، سی او سه پیوند داره ولی بقیه ترکیبای کربن دار همگی چهار پیوند دارن و اگه اینجوری نگاه کنیم هر دو گزینه هست میشدن، چون کربن دار کربن دار کربن دار کربن دار، هیچ کدوم سی او نیستن. خب سوال 238 و 239 به دو سوال آخر رسیدیم. عجب بچه‌ها، یکی رو بریم برای این سوال 238 با روش استوکیومتریمون حل بکنه. خانم محمودی شما رو این جلسه نداشتیم. سلام، ما رو همراهی میکنید برای سوال 238؟ بله لطفا بخونیدش. بخونمش. بله. با توجه به واکنش های زیر، اگر دما و فشار محیط انجام واکنش برابر با 52.6 و 2 اتمسفر باشه، به ازای مصرف 35.7 گرم SOCl2 تقریبا چند لیتر گاز SO2 در این واکنش تولید میشه. و اگر HCl تولید شده در واکنش یک به طور کامل در واکنش دو مصرف شود، چند گرم نمک نیکل کلورید تولید میشه و اینم بود. چند گرم نیکل کلوری تولید میشه. سوال بچه ها هنوز یک لول از کنکور 99 سخت‌تره. به قولی قلمچی سیستمش اینجوریه که سخت‌تره. ها؟ فراکنکوری. آره یه مقدار و کار درستی میکنه. من همیشه با این سیستم کانون، اگرچه دانش آموزها اپروچ اشتباهی به این قضیه دارن، یعنی انتظار دارن که و میگن حتما درصدی که تو کانون بزنیم همون کنکوره. نه، اگر شما مداومت داشته باشید در کنکور میتونید درصد بهتری کسب کنید. خب پارت اول میگه که اگر در این فشار و دما، همین الان که تغییر دما رو میبینیم میفهمیم که حجمش قراره بیشتر از اون چیزی حساب بشه که ما به دست میاریم، چون دما زیادتر شده. خب حالا میگه به ازای مصرف انقدر گرم SOCl2 چند لیتر SO2 آزاد میشه. همین الان واکنش یکو اول ببینیم. SOCl2 موازنش نکنیم؟ چرا؟ اولا که گفته اگر HCl تولید شده، HClش هم میخواییم، بذاریم موازنه کنیم، همه اینا رو بیاریم پایین. SO یه لحظه ببینم میتونم کپی بگیرم از یه چیزی بچه های لحظه وایسی. خب میگیم SOCl2 سرکار خانم به اضافه H2O میدهد SO2 به اضافه HCl. درست. الان میخواییم فعلا این واکنش رو بررسی بکنیم و فعلا لیتر SO2 رو بیاییم حساب بکنیم. خب چی کار بکنیم بر موازنش؟ خب به اونی که اتم بیشتر داره یک میدیم، ترکیب شلوختره به این یک بدیم، یه دونه SO2 یک، یه دونه اونجا یک میدیم، دوتا کلور یه دونه، اونم دو میدیم،
دو میدیم دیگه. حالا هاشتور رو من موازنه نمیخوام بکنم مثلا، چون هیچ چیزی در مورد هاشتور نگفته درسته. چیزی که نمیخواد ازمون چه دلیلی داره شما موازنهش بکنید؟ از کاری باهاش نداریم. این از این. حالا اول پارت اول مسئله رو حل کنیم. گفته 35.7 گرم SOCl2، بذار من با رنگ قرمز بنویسم. جرمش چنده؟ 35.7. جرم خود SOCl2 چنده که رو نویسیش کنیم؟ آها این 32 16 42 41 48 72. خیلی خوب دارید محاسبه میکنید. آفرین. 119. آها درست. 740 میشه 110 با 9 میشه 119. اوکی. همین الان هم برای اینکه مثلا مطمئن بشیم 119 رو اگه زد در 3 بکنیم میشه 357. درسته؟ چون صفرم بی ارزشه من اینو بگیرم 357 با بالایی ساده بشه. 3 برابرشه دیگه. 3. خب میگی چند لیتر گاز SO2 با رنگ سبز اینجا می‌نویسم X لیتر. خب اگر در شرایط STP حساب می‌کردیم میشد چند؟ 22.4. الان نیست، باید حساب کنیم. X میشه چند اگر STP بود؟ اگه ۶۷۲. آره این عدد 672 رو بلد باشید که 3 برابر اینه. دقیقا میگیم این 3 برابر شده، این هم 3 برابر میکنیم، یا نه طرف این وسطه میکنیم، میگیم x مساوی با 224 ضرب در میشه 672. یعنی آقا 6.7 لیتر با توجه به گزینه ها که یه گزینه های 4 لیتر نوشتن یه گزینه های 5 لیتر. حالا وقتی که ما فشار رو اومدیم چیکار کردیم؟ 2 برابر کردیم. آره ما یه رابطه داریم PV حالا مساوی با NRT، من با T می نویسم، مساوی با T. وقتی که اومدیم فشار رو دو برابر کردیم به جای P می نویسیم. یادتونه اینو سر کلاس هم گفتیم، گفتیم به جای میتونیم V بگیم با نسبت TPM در ارتباطه، درسته؟ بله. چون PV مساوی با NRT، NR که ثابتن، میگیم V با نسبت TPM در ارتباطه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید بگید آقا دما چند برابر شده، فشار هم چند برابر شده، چند برابری حجم به دست بیاد. فشار چند برابر شده؟ دو برابر. دما چند برابر شده؟ این بر حسب کلوینی دیگه باید بر حسب کلوینش کنیم. درود بر شما. دمای استاندارد 273 کلوینه. حالا این 52 تا بهش اضافه شده، حالا 6 تامشو کاری نداشته باشیم، 52 تا به این اضافه کنیم میشه چند؟ 325 و 6 تام میشه فکر کنم. 325 و 6 تام میشه دقیقاً وقتی به اضافه این کنیم. حالا ببینیم دما چند برابر شده. 325 و 6 تام تقسیم بر 273 کنیم. من حدوداً میتونم یه کاری بکنم بگم این 52 و 6 تام چه نسبتی از 273؟ انگار 5 برابرش میشه از 5 برابرش بیشتره، یعنی بیشتر. میشه حدود 1.2 باید بشه. آره حدود 1 یه دونه 273 میذاریم اینجا بچه‌ها، از این کم میکنیم، این میشه 2، این میشه 5، این میشه 1، میشه خودش گفته تقریبا. چرا نه یه لحظه نه آخه حدودش رو من میخوام بچه‌ها ببینن که تقریبا اصلا 1.2 از کجا به دست آوردن. فردا نگم چیکار کردی قادری. 27 از 32 کم کنم میشه 5، این شد 52، یه صفر میذاریم حدودا 0.2. 2 تا 273 حالا حدودا میشه همین 520، پس میشه 1.2 دمای من. خب این پس شد 1.2. خب 1.2 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 6. پس حجم من 0.6 برابر میشه. 0.6 رو یا 6 رو ضرب در 67 کنم میشه چند؟ 6 رو ضرب در 67 کنیم 6 میشه 36 تا 6 7 402 میشه 4. بله 4 ممیز 0.2 همون 4 میشه. خودش هم گفته تقریبا. پس این پارت اولش که خیلی سخت بود واقعا، باید TPM رو حساب بکنید بچه ها. یه کاری هم من میکنم بهتون میگم، همین الان میتونید همین بالا اینو ضرب در TPM میتونستید بکنید که این میشد 6 دهم. همین الان 6 دهم 224 رو حساب میکردید که میشد حدود 13، میگفتید این 3 برابر شده، 13 رو هم 3 برابر کنیم میشه 39 که نزدیکترین گزینه بهش 40، گزینه 1 و 2. حالا یکی بچه ها میگه چرا ضرب در 6 کردین؟ نفر آها خب 6 حجم اولیه‌اش بود دیگه، 6 و 7 رو ضرب در 6 کردم، اینجا نسبت رو حساب کردم دیدم 6 دهم میشه، یعنی حجم 6 دهم برابر اون چیزی که حساب کردم. حجم من حساب کرده بودم 6 و 7 دهم. خب 6 دهم برابرش کنم میشه 4 ممیز 0.2. پارت دومش هم میگه چند گرم NiCl2
نگاه کنید این NiCl2. خب اینجا میام این واکنش رو من موازنه میکنم. بله باید موازنش کنیم. خب اینجا اگه یک بدیم من فقط میخوام موازنش کنم با HCl. یه دونه NiCl2 داشته باشم چند تا HCl دارم؟ این دو تا. آیا با واکنش بالایی همزری به HCl اینجا هم دو بود؟ بله. تموم شد. پس میتونیم بین NiCl این قضیه واکنش زنجیره بچه که در جلسه بعد استوکیومتری آموزش میدم تو جلسه قبلی هم گفتم این دوتا رو همضریب کنیم تمومه. NiCl هم از همین نسبت تبعیت میکنه. این دیدید سه برابر شد؟ NiCl2 هم سه برابر میشه. NiCl2 جرمش میشه چند؟ یه 58 و یه 71 میشه 129. ضرب در سهش کنیم کدوم گزینه میشه؟ گزینه یک یا گزینه دو؟ گزینه یک میشه. آفرین، چون 3 نو تا 27 تا با ضرب یکان باید 7 بشه تموم شد. آخیش استاد من اینو همه شانسی حل کردم. به جواب رسیدید؟ آره من به هم میرسم. یه مسلمن شانسی نبوده. حالا یه جاهایی احتمالاً مثلا یه جایی تقریبایی به کار بردید ولی مشخص زیرکانه پیش رفتی چون اینجا کامل مسلط بودید. همضریب کردیم و از همضریبی رفتیم که خیلی راحت. بچه چون زمان کمه 2 دقیقه دیگه کلاس بعدیمون که دکتر قندالی هست شروع میشه من 240 هم سریع حل کنم. میگه مقدار 100 گرم محلول که حاوی اینقدر مول منیزیم نیترات هست رو با 500 گرم محلول 426 پی پی ام آلومینیوم نیترات مخلوط میکنیم. غلظت پی پی ام ایون نیترات در محلول جدید به تقریر کدام است؟ بچه‌ها این واقعا مسئله توی 1 دقیقه حل نمیشه. خب من اینو ضبط میکنم داخل چیز میذارم چون این مسئله جز مسائل زمانگیره. محمد حسن دهخانی میگه من اینو نتونستم حل کنم. اینو میذارم آخر ویدئوی بعدی، یعنی ویدئوی بعدیمون رو 16 تستی. اینو میذارم آخرش حل میکنم براتون. الان فعلا جلسه رو به اتمام ببرم که دکتر قندالی عزیز با ریاضی همراهتون باشن. منم ساعت فکر کنم 6 و نیم داخل کانال گذاشتیم. با کلاس بعدی فیزیک همراهتونم. قبل منم دکتر فقیرپور عزیز زیست رو براتون تحلیل میکنه. حتما امروز همراهمون باشید تا تهش. مرسی از شما. خدا نگهدار. خدافظ. خدا نگهدارتون. به امید دیدارتون.